هزاران جنگ افزار محافظت, محافظت آمی وزارت داخله کجا شدند؟ پرونده های بی سرنوشت سی مقام پیشین و مجموعه کلان کارمندان و وزارت داخله در این پیوند روی میز دادستانی کل. رئیس جمهوری در روز نخست ماه قوس یعنی بیش از یک ماه پیش یک وزیر پیشین امور داخله و دو موین پیشین این وزارت را به اتهام فساد و مفقود شدن هزاران جنگ افزار در جریان ماموریتان آنان در چوکات موینیت محافظت آمه به دادستانی کل معرفی کرد. گوشه درشت حکم رئیس جمهوری افرادی که در سالهای 1391 تا 1394 به حیث موین محافظت آمی وزارت داخله اجرای وظیفه کردند ممنوع خروج بوده و غرض تعقیب عدلی به دادستانی کال معرفی کردند. وظایف کارمندان بخش تدارکات موینیت محافظت آمی وزارت داخله تعلیق و از سوی دادستانی بازجویی شوند. اما آب از آب نجنبیده است. تاکنون از هیچ یک از موینان و کارمندان وزارت داخله از سوی دادستانی کال بازجویی صورت نگرفته و آنچه که تا هنوز دادستانی بررسی کرده فقط و فقط قراردادهایی بوده که بین سالهای 1391 تا 1394 از سوی موینان و کارمندان پیشین وزارت داخله اجرا شده است. در هر سطح یه داره قرار داشته بوده داشته باشه و در پیوند به این قضیه کسب الزامیت بکنه ما از اونا تحقیق انشالله انجام داده از دادستانی کل در پیوند به جنگ افزارهای مفقود شده پرسیدیم اما چیز اطلاعات بروز ندادند دادستانی هرچند میگوید در این پیوند قصد بازجویی کل کارمندان عالی رتبه و عادی موینیت محافظت آمرا را که در بین سالهای 91 تا 94 خورشیدی در بخش تدارکات ماموریت داشتند را دارد اما وزارت داخله فهرست این افراد را برای بازجویی نفرستاده است لیست اشخاص افرادی را که مطابق به حکم سال 1391 کلاس 1394 در ای وزارت ایفای وظیفه می کردن لستی اشخاص رسما مطالبه کرده از وزارت محترم امور داخله پیشتر گفته شده بود که در دوره ماموریت این موینان پنجا هزار جنگ افزار از شرکت های امنیتی خصوصی گردآوری شده بود اما اکنون از این جنگ افزار ها هیچ اثری ای نیست هیچ شک وجود نداره که اسلحه به نحوه به دسترس دشمن قرار گرفته تعدادی که تلفات دادن فرار کردن از لو تجهیزاتشان سپردن با وقت و زمان راپور و گزارش از این تهیه نشده خواستیم دیدگاه وزارت داخله را نیز در این باره داشته باشیم اما حاضر به گفتگو نشدند به باور بسیاری ها برد در بخش های نظامی خیانت ملی پنداشته می شود از این رو دادستانی کل نباید در برابر پرونده های کلان فساد کند عمل کند